آمدیم که کباب ایریتی بخوریم، جیگر و تخم و دل و همه چیز. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز. امیدوارم که حال شما خوب باشه و لبای شما پر از لبخند باشه. خوش آمدیم به گزارش ویژه ما از کباب پزی میرزا بسم الله، واقع در سرک اسپینادی شهر باستانی هرات. و امروز آمدیم که کباب ایریتی بخوریم، جیگر و تخم و دل و همه چیز. و به سراغ یک کباب پزی آمدیم که بیش از 28 سال قدامت داره، نزدیک به 30 سال میشه که بمینجی دکان دارن، و یک مرد کهنسالی که سالها میشه کباب خوشمزه برای مردم هرات تهیه میکنن. با ما همراه بشین، گزارش خیلی خوشمزه تا پایان دنبال کنیم. دوستان عزیز، منقل کباب پزی دیگه از اون قدیمی ترین مدل اینه که طالب باقی مونده و همچنان از زغال استفاده میکنن، کاملا طبیعی پخته میشه. و امو آلا هوای قدیم، این امو 30 سال پیش، کاملا قدیمی و کلاسیک. در خدمت برادر خواستم که اینجا دیگه بمی هوای گرم، امرو گرم هم هست هوا، ای حرارت هم که میخوره و جبین شما دیگه عرق به چکه چکه میفته. سلام مونده نباشه، زنده باشه، خدا قوت، سلامت باشه. سلام به شما و دوستا و همکارا شما، قربان شما برادر، سلامت باشه. معرفی کنین. این جانب زلمه جان، زلمه هستم عطایی. زلمه جان، چند سال میشه که کباب پکه میکنیم و کباب پزی داریم؟ 21 سال 22 سال میشه تقریبا، از اون زمان طالبات و با حالا سر منقل کباب پکه میکنیم. به مینجی؟ بله، به دروازه خوش بیدیم دم تکی مارکت. درست. باز به پیروزی که باشد ای بر آمادیم. آنه بیسپی نداره، تقریبا 21 سال می شده. خیلی خوب، خیلی خوب. چند سال سن داری؟ 36 سال. خدا خوب موندیم بازم. یعنی بیشتر تقریبا 70% سن شما به صورت فهمی شغل بود. شغل، بله یا، بله یا. از کبابا بگیم دیگه که شما اینجی دیگه فن نریاد داریم. آدم به خونه گاهی وقتا کباب پخته میکنه یا میره به میله، چرا مثل این کبابایی که شما کباب پزا پخته میکنه مزه‌دار نمیشه؟ خویت کاری هست که اول خود چیزی هست که بازاره نه؟ کباب باز
هر کسی یک دست داره، بازار بیتر لذت داره از چیزی که به خونه تیار میکنه. باز کاسب کارا که هسته دیگه، به حساب وقتی و به حساب کاری و سرنوشتی بیتر سرخلاص همه. یکم دائم پخته میکنم، انا خونه والا که هسته گاهی وقتی پخته میکنم، باز اینا به چمخم نمیشه دیگه، باز ما دست ما رو شده. تجربه زیاد داریم دیگه، قلیق کار خوب بلده. بله خیلی خوب. چند رقم کباب داریم؟ ما دیگه به حساب سر رقم، تخم گوسفند، دل جگر گوسفند. کدوم بیشتر محبوب نزد مردم؟ والا جگر بیشتر محبوب. جگر خیلی میخورم. خیلی عمالی، خیلی عمالی. تشکر از شما، موفق باشید. شما سلامت باشید، قربان شما. دوستای عزیز، همون قسم که میبینیم ماشاءالله خوب شلوغ اینجا، خاطر کباب خوب دارن و از راه های دور و نزدیک میاین مردم برای کباب خورده و صرف غذا. سر چاشت هم هست و ما هم خواهیم بودی خوب گوش نهیم دیگه، از صبح مصروف بودیم دیگه، بخیده ما شدید عوض کرده که از کبابان شجان بکنیم. باشه ابتدا صحبت کنیم. خود برادرها سلام مونده نباشیم، خوبیم، بخیریم، زنده باشیم، تشکر، خوش آمدیم، تیار هستیم، خیریته. نوشه جان تشکر. اسم شما از کجا بیامدیم؟ سلطان احمدم از ولیسوری انجیل، کاروبار من به گذاریه. من همیشه هفته 3-4 روزی میام اینجا نون میخورم، بیترین کباب داره. بله اینه گذاری میام به اسپی ندیم. بله به اسپی ندیم، چون گذار رو میام به خاطر کمی کباب ازی بیدار، کباب تمیزیه، خوبه، خدا خوبه داره دیگه، مشتری هم خیلی داره. ما هم چند سال مشتری از اینیم، همیشه میام همین جمینو نمیخوریم. چند سال میشه؟ شاید 15 سال بشه که اینجا ما میایم. 15 سال؟ بله. میگم که همی کباب پزی عوض قدیمیه که امو کاکا و لاکا های ریتی یک وقت میامدن. بله امو قدیمی ها، بله این همه میامدن اینجا. مال اکم همی تمی آیم، طبقی پویدار خیلی میایه. نون خیلی تمیزه، خوب نون لکس میده، خوب اخلاق خوبه داره، خوب دکونه داره، نون ازی بداشته، تمیزه، کباب ایراته. شما دیگه میت با اشتها با مزه دیگه نان؟ بله بله جا شما خیلی خوش، شما خودم اون نمیگیره مزه نمی شما. من باز به دلجمه، دست شما درد نکنه، دست شما کوتاه نمیکنم دیگه، فکر کنم جیگری هم هست. بله بله به به جیگر، جا شما خیلی، دور از دل شما. اینا تخم آقا، از تخم هم همیشه میام یک خلاکزی میگیریم، یک تخم گسپند. بله تخم گسپند، بله تمیزه، اینا فایده داره. به به خیلی هم خوشمزه. گلدارم متیار کنم به گلدار شما. باشه بری برادرم یک لقمه بدیم. برادر بیاییم. آقای ایدری عزیز، خواهش که میشد بری بیننده ها خواهم یک لغمه میدادیم. یعنی تیار میکنم بلیم بعد کنم یک روز تکنولوژی همیده پیشرفت کنه که همیده از اون کامره دیگه بدیم به دستینا. آدرس اسپی ندیرم بده من بم بیننده ها نید برای بیننده ها بفرمایی بگیریم خود چمه جمعه. بسیار مزدار. شما خوبیم؟ برای معرفی کنه. الحمدلله، عبدالحمد هم از ولسوال اینجی. عبدالحمد جان، شما هفته چند بار میاییم؟ هفته دو سه بار میاییم، خودی هم اندیوالیم، رفیقی میاییم اینجی به نون خوردن. پس یکی از جاها دلخواه ایراد دگم اینجی؟ خودی قضا از اینا دوست داریم، همین جیگر کسته، خوبه میاییم اینجی. میشه جان، شما هم دگم این 10-15 ساله میشه مشتری؟ خیلی وقته، ولی یاری بیشتر هم شاید بشه میاییم. خب کباب ایراد دیگه خیلی خاصه، مزه خاصه و خوب پخته. خدای کباب خوب کلن مزه خاصه داره، میفهمیم جگر نازوک خوبه، باز اینجا با فرق میکنه کباب اینو باز بیتر. بسیار عالی، بسیار عالی. من مزایم شما نمیشم، راحت نون خوب بخوریم. تشکر از شما، تشکر، پیروز باشیم، دوستای خوبی زنده باشیم، سلام.
در کنار اجی صاحب هستیم که سالیان درازه میشه، نزدیک به 3 دهه میشه که کباب خوشمزه برای مردم پخته میکنن. و در اول سلام میگم خدمت شما، مانده نباشه معرفی بکنیم. و علیکم اسمم میرزا، بسم الله ولادت الله. بسم الله. میرزا صاحب عزیز، از این شروع بکنیم که چند سال پیش شمی کباب پذیر را انداختیم و او وقت چند ساله بودیم؟ 30 سال میشه دیگه، 43 ساله بودیم، 30 سال میشه جگر پذیر، 73 سال حالی میکنیم. بله. کباب پذیر زیاده در هرات، از اون قدیم هم بوده، ولی عده معدود مشهورم و محبوبم و مردم به اونا اعتماد دارن. چه کار شد که شما محبوب شدیم و کباب شما مشهور شد؟ فقط جگر دنبدار بزی شهر ما باب کردیم، یک جنس جگر تکشاد ریزه کردیم، دیگه جگر ریزه نکردیم. 14 رقم جگر داریم، هم یک جنس که ریزه کردیم، لذت داره، مزه داره، مسلمان ها که بخوردم، مشتری هم سر تا سر ایراد از ما مشتری من هست. چند نوع کباب پخته میکنیم؟ 3 رقم تخم، گوسفند، جگر، دل. بله. خیلی خوب. و حتما یک چیزی که من دیدم، همون لحظه که جیگر و دلر میگیریم شما ریزه میکنیم، همون لحظه پخته میشه، هیچ چی نمیشه. بله بله، تازه تازه داده میشه، شومونده داده نمیشه، تازه تازه جیگر تازه باید داده شه، شومونده شوکر داره، شوکری داره. راست میگی. از این قصه کنم اجی صاحب که 30 سال پیش هرات چگونه بود، مردم چقدر علاقه داشتن به کباب خوردن، آیا علاقه از اونا بیشتر بود یا نسل فیلی هرات؟ نیم 30 سال هم از اون وقتی که ما شروع کردیم، از مدت یک ماه که مشتری نداشتیم، بعد از یک ماه مشتری داشتیم. امو وعده والی هیچ فرق نداره، هم یک چیزه. امو وعده هم همیشه از 70 کیلو به ساعت 800 و 800 پخته میکردیم، حالا کم امو 60-70 کیلو پخته میکن. امروز 70 کیلو فروش داره؟ بله بله بله، فروش داره. امی راز یک کباب خوشمزه پختن چیه که آدم بتونه یک کباب مثل امی کباب شما بیت چیزا مزه داره پخته؟ جگری از میده باشه، جگری مشکل نداشته باشه، تکشاد باشه، جگر سست نباشه، لطوری نباشه، جگر مقدار باشه، خون داشته باشه، تکشاد بزغاله باشه، دیگه لذت امینه، دیگه مزه امینه. بسیار عالی. و در قسمت پختنی هم خب که چی رقم پکه کنیم و حرارت و چون؟ بله بله بله، آتیش مگرم به ما اندازه باشه، آتیش بده آدم رو بگردونه، جگر بوش کنه که آتیش نزنه و تلخ نکنه، باید این کار باشه. شنیدیم که در سالهای قدیم چون شما مشهور شده بودیم در هرات، کاکای را تا میگفتن گاهی وقتا اینجا به کباب خورده می اومدم، میشه نام بگیریم؟ بله یاد دیگه نموهن رو لا اگر ماز کاکا خوشم نمیاد. نه نه نه، بله می اومدم. نه می اومدم، بله می اومدم. در گذشته از مقامات و اینا می اومدم به کباب خورده به اینجا؟ بله بله، دولتی ها می اومدم، خیلی زیادم، بی اندازه. از اندازه بی اندازه، یعنی دولتی ها از هر ارگانی به دکون ما میامون کباب میخوردن میرسن. خیلی خوب. ایت شده که مثلا سفارش هم شما بگیریم و که مثلا چندین خورا؟ بله، به ترکیه هم کبابا جگر هم رو ببردم. از اینجی؟ بله به ترکیه بردم، به اسلام قلعه که خیلی 30 خوراک 40 خوراک میامود نفر میبرد به اسلام قلعه. خیلی خوب. بسیار عالی. ماشاءالله میبینیم که جوانان به این جگاه هستن، حتما فرزنداشمونن و کمی هم از خاطرات جوانی از جایی که نو شروع کرده بودیم برای ما اختلاط کنیم. نو که شروع کردیم، از 5 کیلو شروع کردیم تا 80 کیلو برسیده. بچه‌ام هم اولادام هم 3 اولاد دارم خودم، 7-8 سال خودم تنها بودم، بعد از 7-8 سال اولادام هم کمی جوربال شدم خودم هستم تا به حالا. نام کاسب شدن؟ بله، به زندگی هم یک جای هم خودم حال اکفیلن بده کنم یک جای خودم. یک زندگی خوشبخت و خوشحال. بله بله، خیلی خوشحال، خیلی رزیم از زندگی. بسیار خوب. امی قناعت و راضی بودن کاکا جان چقدر خوبه به زندگی آدم، چقدر میتونه موفق بشه؟ بله، قناعت خوب چیزی، هر انسان باید قناعت داشته باشه، به هر رقمی که باشه باید قناعت داشته باشه، مطلب ارومی باشه، امنیت باشه، دقیق قصه نیه، مهم نیه خیلی.
آره. فعلا که امنیت خوب شده نسبت به گذشته راضی؟ خیلی خوبه، خیلی به اندازه خوبه. دیگه کورای کمی گذشت بودم کورا، ولی فعلا کنیه، فعلا ما که نمیبینیم کورا. شکر، انشالله که میشه در وطن ما، در کل افغانستان امنیت و آرامش باشه تا همگی در آرامش و صفا و صمیمیت زندگی کنم. یک چند تا از آشپزا قدیم یا هتلدارا یا کبابپزا قدیمی ایران تا هم میشه نام بگیریم، آیا از اونا کس؟ نام بگیریم، جنیر اومد بود، جی بازک بود، امیر اومد بود، امینا بودم دیگه، هتلیا نمی همیشهر هم قدیمی ها امینا بودم. به او گذشته ها میگفتم بمی هتلک ها سمواری هم بوده و چای هم بوده و دیگه گاهی وقتا خوندن زنده هم میکرد. بله، از این گفت خیلی بوده، گفت بوده بوده. به اون زمان مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش ایراد کدام هتل خیلی مشهور بوده؟ هتل جنور اومد، هتل بازک، هتل جی میرزا محمد، امینا مشهور. بله. خب اون حالی عیاد دارن یا نه؟ نه، فوت کدم، خدا بیامرزا، برفتم هتل هم برفت نبود، شد خود مسلمان هم فوت کدم، خدا بیامرزا. بالاخره یک خاطر خوبی بمونده گست. البته البته مونده، ما افتخار میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب زحمت کشیدم، کبابم آوردم برای ما، اگه موافق باشم خود شما بخوریم، سه کنیم مزه اینا چی رقم نویش جا کنیم به خدمت شما. نه خب جا همگی خواهد. بسیار مزه داره، میده تور در ملایم شده به زیر دندون نگه بیزی میکنه. یا شما خیلی خیلی خوب، عیسی بسیار مزه دار بود، دست شما در نکنه. و در مورد تایم کری هم میشه بگیم که از ساعت چند تا چند این برنامه ریزی شما؟ از ساعت 6 بجه دکان وا میشه، مرغل بگرد میشه تا ساعت 2:30 الی 3 بجه، از 3 بجه به بعد تعطیل دکان بسته میشه. بله بله. و بیشتر صبحانه و چاشت؟ بله بله، صبحانه و چاشت دو عدد کباب میدیم. بیشتر گفتیم که باید دادن به برنامه، به زندگی خوب برنامه ریزی داشته باشه. چی رقم خوب کدام برنامه ریزی داشته باشه که هم به همه چیز برسه؟ برنامه ریزی هم اینه که خود اولادا خوب باشه، آدم به پلی اولادا خوب باشه، آدم اولادا آدم به پیش آدم باشه، دست آدم بر میگیره، با آدم کمک میکنه، زندگی آدم خوب تیر میشه، آدم بیغم و شدید زندگی میکنه، نگنیم اینه. شما پیشتر گفتیم چند ساعت کار میکنیم، چند ساعت عبادت؟ ما از ساعت 6 ساعت کار، 6 ساعت تفریح، 6 ساعت عبادت پروردگار، 6 ساعت استراحت. دعای برنامه رو شما سوالا میشه بعد امی طول عمر ما امی چیز بده، 6 ساعت کار زیادتر نمیکنیم، 6 ساعت کار میکنیم، 6 ساعت استراحت، 6 ساعت عبادت، 6 ساعت هم باغچه داریم میره به باغچه خوب به تفریح. بله، اینه که زندگی هم خوش میگذره و هم راحت. بله بله بله، خیلی راضیم از زندگی، خیلی خوشحالم که اولادم به کنار منه. دمی که به دسترخوان میشینیم 28 نفر 27 نفر به سر دسترخوان میشینیم. نواسام فقط؟ نواسام همه که همینو کلجا هم گفتم. بیخی کیف میکنم. خیلی 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 خوشحالم، راضیم از زندگی، خیلی راضیم. ایجی صاحب، شما به عنوان موی سفید ما، بزرگ ما، من به هر جا میرم خود بزرگا وقت مصاحبه میکنم، از صحبت ها اینا بیاد میگیرم، میاموزم و نسل جوان باید همیشه بشینم ساعت ها تجربیات گذشتگان رو بیاموزم.
پیامی که داریم برای نسل جوان چی است؟ جوانان ما چه کار کنند که همگی موفق باشند، زندگی خوبی داشته باشند؟ رمز موفقیت شما چی بوده به می 73 سال؟ من زحمت بکشم، کار کنم، پخور برای کج نگذارم، سواد خرج استقاق اینه، کسی دیگه چیزی استقاق بروی زمین نداره، برای خور راسته برم، مدام شاد شادم، دنیایم شاده، آخرتم شاده، هر دو تا شاد. و ای که اگر ناامید میشم چه کار؟ نامید میشم نشم نامید، هیچ وقت نامید، نامید از رحمت از شیطان بود، جوان نباید نامید شه، هیچ وقت نامید نشه، هیچ وقت از زندگی خوب بیزار نشه، هیچ وقت ناشکری نکنه، تمام عذاب بدن ای که پول نداره نداره، امروز نداره سبا داره، با سبا ندشته باشه پس سبا داره، وجودی که سالم است دائم شکریت خدا رو بکشه. همی که صبر داشته صبر، ایوب صبور از صبر بجاره، صبر که نداشته باشه انسان به جا نمیرسه، به این جایی نمیرسه آدم، ناکام دائم. زندگی خوب پین بالایی خیلی داره، شاید شما هم یک روزگاری بوده باشه که مشکلات اقتصادی خیلی، من 10 سال کچیر ارزان خوردم، 10 سال 10 سال دیت با ما همقدر نون جو نبود که ما بخوریم، قناعت بود، درس هم میخوندم به مدرسه جامع شریف درس میخوندم، چاشتم شوم صبحم کچیر ارزان رو میخوردم، مشکلات اقتصادی بله قناعت داشتیم، دماغ کسی بخون نمیکرد، کسی یک کلمه دنیا رو میدادی برای یک کلمه بیاکی دیگه نمیگو، بوی میکشیدم هم دیگر خور. حتی میشنیدم که مردم قدیم همیت یک مردم پاک و درستی بودن که حتی اگه گشنه بودن سر بهشون میگذاشتن، ولی حالا به چند سال میبینیم که جرایم و اینا زیاد شده و البته سکل دوزیک و موتور دوزیک و به خاطر که چارغران بیایه، ولی او زمان میگفتم هیچ چی گپ نه گپا بیخی نبود، درم خوردن بیخی نبود، قسم خوردن بیخی نبود، اگه نفر پول طلب داشت عرض میکرد به محکمه میرفت قرآن میگذاشتم میگفتم بگی قسم بخور، قرآن بوس میکرد از پول خطیر میشد بیرون میشد، قسم نمیخورد، حالا بیا کلمه از دور بیا لنگ از دور قسم بخوره ناق نارو گپا کلونتر هم بله بسیار تشکر جیسی، خوشحال شدیم، انشالله که در کاروبار شما رونق باشه، خداوند فرزندان شما چراغ دل شما، امین، جمیع اهل اسلام خداوند چراغ دل کنه، خداوند هدایت کنه، خدا به سوی خوب بکنه جمیع اهل اسلام، تشکر قابل تشکر، سلامت باشیم یک جان سپاس، تشکر از شما که با ما همراه بودین و این گزارش دیدین، خدا کنه برای شما جالب بوده باشه، وقت شما خوش، خدا نگهدار.